گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر حاکی از ادامه تبعیض علیه شهروندان شیعه در بحرین است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سال 2016 خود درباره وضعیت حقوق بشر در حدود 200 کشور و منطقه در نقاط مختلف جهان به مشکلات عدیده در زمینه نقض حقوق بشر در بحرین پرداخت. طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا از جمله خطرناکترین این مشکلات قید و بندهایی است که قدرت شهروندان را در انتخاب دولتهای خود از راه مسالمت آمیز محدود می کند. به موجب این گزارش این مشکلات در بحرین به علل مختلف از جمله بسته شدن جمعیت های سیاسی با توسل به زور و مانع تراشی در مسیر ثبت جمعیت های دیگر به وجود آمده است. در این گزارش همچنین بر رعایت نشدن اصول حقوقی به ویژه اقدام به بازداشت بدون صدور حکم و طولانی کردن مدت محاکمه به ویژه در پرونده های ضد مخالفان سیاسی یا فعالان حقوق بشری اشاره شده است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که از آغاز ماه جوان اقدام های حکومت بحرین ضد معارضان سیاسی و جامعه مدنی به وخامت این مشکلات منجر شده است. به موجب این گزارش از مهمترین مشکلات فقدان بازخواست غذایی از افسران امنیتی متهم به ارتکاب نقض حقوق بشر پر بودن زندان ها و محدودیت است که در زمینه آزادی های مدنی از جمله آزادی مطبوعات و آزادی تشکیل جمعیت ها وجود دارد وزارت امور خارجه ای آمریکا در گزارش خود به ادامه تبعیز ضد شهروندان شیعه و نیز انواع دیگر از تبعیز مبتنی بر دین تا جنسیت و صدور تصمیماتی برای جلوگیری از سفر فعالان سیاسی یا حقوق بشری برای ممانعت از حضور در نشستها و اجلاسهای بینالمللی اشاره کرده است این گزارش در پایان افزود طبق اعلام سازمان های حقوق بشر بحرینی و بین المللی دولت بحرین به توصیه های محمد شریب بسیونی رئیس یک کمیته حقیقتیاب مستقل بحرینی در ارتباط با آشتی ملی حمایت از آزادی بیان و بازخواست بابت نقض حقوق بشر عمل نکرده است. شاین ذکر است چنین گزارشی درباره اوضاع بحرین در شرایطی منتشر می شود که در سالهای سرکوب مردم این کشور کاخ سفید یکی از حامیان اصلی حکومت بحرین بوده است.